ساعت 5 و 18 دقیقه روز جمعه 21 آگست در خدمتتون هستیم از تورنتوی کانادا. همونطور که وعده داده بودیم ارتباطمون برقرار شده با همون هنرمندی که راجبشون صحبت کردیم. خانم مهوش با ما هستند از سالن زیبایی خانم طلا. ایشون مدیر و مؤسس این سالن زیبایی هستند. حالتون چطوره خانم؟ درود به شما. درود بر شما خانم زهره عزیز و همینطور آقای روحام. سپاس از وقتی که در اختیار من گذاشتید و اجازه ها درودی داشته باشم برای تمام بینندگان و شنوندگان رادیو آرین. بسیار عالی. خیلی ممنونم از این انرژیتون و این در واقع سلام علیکتون. گرچه بماند که زهره رو بیشتر از من تحویل گرفتین ولی به هر حال اشکالی نداره. عرض ادب دارم خدمت سرکار خانم. بله خانم همیشه مقدم هستن. عرض کنم خانم مهوش، ما مزاحم شما هستیم همیشه. آقا این کرونا کار داده دستمون. دوستان عزیزمون یواش یواش دیگه سعی کردن دیگه خودکفا بشن. یعنی چیکار میکنن؟ خودشون موهاشون رو آقایون رو عرض میکنن بجز بنده، همه یه دونه تیغ گرفتن شیو میکنن که دیگه آرایش کنن. خانوما همشون توی با تیغ دیگه، یا با تیغ یا با ماشین یا چیزی میزنن دیگه. یا خانوما رو که میبینی که الان همشون برای خودشون یه استادی شدن. یعنی عملا همه توی این شاپرز میبینی دارن یه دونه از این چیزا میخرن، چهار تا رنگ N5 و N6 و N7 و اینا میخرن. بلدم آره. یه اکسیدان هم میخرن و اینا رو با هم قاطی میکنن و اینجوری اینجوری میمالن به سرشون، یه فویل هم میکشن سرشون رو میگن همین. و وقتی که میان بیرون میبینی که ای بابا چرا اینجوری شد موهاشون، قضیه اینجوری شده. ما گفتیم شما رو بیاریم روی خط، یه زحمتی بکشید، یه توصیه‌ای بکنید، حداقل این بندگان خدا که این کارو میکنن حداقل به روش درست انجام بدن. آقایی میگین دیگه، خانوما و آقایی. بله در خدمتتون هستم سرکار خانم. اول که میخوام حتما این توصیه رو زهره خانم به شما زهره جان بکنم که خواهش میکنم مبادا مبادا موها تو دست آقای روحام بدید. این اطلاعاتی که ایشون دادم و این عمل کردی که گفتن بعدم اویل میپیچن و اینا، یعنی وقتی بیای بیرون از همه اون ما همه اومده پایین. نمیخوام این اتفاق برای خوب گفته از چیزم. اولی توصیه بسیار عالی. یکی از موردهایی که فکر میکنم خیلی مهمه که من اینجا راجع بهش صحبت بکنم، چون فرمودین که بله به خاطر حالا کرونا یا غیر از کرونا مگه بود، یه دی به هر دلیلی که برای خودشون محترمه و برای ما نمیان آرایشگاه و میخوان خودشون توی خونه کار رنگ رو انجام بدن، هیچ مشکلی نیستش. ولی من همیشه توصیه‌ام اینه اقلا بدونن راه صحیح رو و درست عمل کنن و به زیبایی ظاهرشون و موهاشون بیشتر برسن و داشته باشن، نه اینکه برن اشتباه عمل کنن و باعث بشن موها بیش از حد خشک بشه و خدای نکرده باعث کنده شدن، باعث ریزش و غیره بشه. خیلی از خانم‌ها رو شما میبینین با اینکه فقط رنگ داره موهاشون بدون اینکه اصلا هایلایت داشته باشه، ولی به قدر این موها خشکه که نهایت نداره، در حد همون موهاییه که انگار بلیچ شده. یکی از دلایل مهمش اینه که وقتی که خانم‌های عزیز رنگ رو میگیرید و میخواین ریشه موهاتون رو که سفیدی ها در اومده بپوشونید، لطف کنید این رنگ رو به پایین موها نکشید. این رنگ انقدر قویه که میتونه ریشه موی شما رو روشن کنه یا سفیدی موی شما رو کاملا بپوشونه، ولی پایین موی شما سفیدی نداره. پایین موی شما موی طبیعی نیست که قوی باشه یا بخواید روشنش کنید. آرادی اون رنگی رو که دوست داشتین داره. پس ترجیحاً اینه که این رنگ رو نباید بکشیم پایین، چون این کار اصلا هیچ دلیلی نداره و اشتباهه و باعث میشه پایین مو خشک و خشکتر و بعد شروع میشه به کنده شدن، چون آب و پروتئین مو رو کاملا شما میگیرید. باید چک کرد. یه دی وقتی میگم چرا این کار رو میکنید، برای اینکه این کار رو من همیشه کارها رو دارم با زمان قدیم مقایسه میکنم،
که چقدر تکنولوژی پیش رفته و ما چه چیزهایی رو الان داریم، ولی یه عده هنوز که هنوز همون روش 25 سال یا 30 سال پیش رو دارن انجام میدن. متاسفانه میتونم بگم حتی عده ای از خانمایی که حتی متخصصن تو این رشته هنوز اون روش رو دارن انجام میدن و این کاملا اشتباهه. راه زیاده و وقتی ازشون هم بپرسید چرا این رنگو میکشی تا پایین موهات، میگه خب به خاطر اینکه موهام سایه روشن شده و میخوام یک دست بشه. اینجا این توصیه رو من میکنم، اگر اون رنگ قرار میاد موی شما رو یک دست فکر میکنید میکنه، به هیچ عنوان نه، چون اون رنگ انقدر قویه وارد نمیشه، نمیتونه نفوذ کنه داخل پیگمنت های رنگ موی شما بشه، درنچه روی سطح خارجی موی شما رو فقط میگیره. همون موقع خوشحالین موهاتون یک دسته، با یک شامپو دوباره رنگ برگشته سر جای اولش، ولی چی رو موی شما باقی میمونه؟ خشکی مطلق. بله، ولی خب من خیلی متخصصانه دارم راجع به این قضیه صحبت میکنم. خیلی هم اصلا رنگ نکرده موهاشون خوش میشه، اون قضیهش چیه؟ خب اون جریان مربوط میشه به آب و هوا و به نرسیدن و توجه نکردن و به قول معروف حفاظت نکردن موهاشونه، چون در مقابل نور آفتاب مو آسیب میبینه، خیلی اذیت میشه. توی زمستون ما فکر میکنیم که مو کمتر آسیب میبینه چون آفتاب به اون شدت نیست، نه اتفاقا کاملا اشتباهه. توی زمستون موی ما بیشتر آسیب میبینه چون این دستگاه گرمایی هیت یا شوفاژ یا هر چی میخوام بگم که مفهومم رو برسونم، این همیشه داره کار میکنه، چه توی خونه، چه توی ماشین، چه توی محل کار. در نتیجه ما بیشتر مون در معرض آسیب دیدنه و به خاطر همین خشک میکنه مون رو. همیشه باید از محصولاتی استفاده کرد که هم صحیح باشه هم به نوع موی شما بخوره، این خیلی مهمه. محصولات خوب، تمام محصولات که مال لاین پروفشنال هستن و توی بیوتی سوپلایا فروش میره همشون خوبن، هیچ کدوم بد نیست، ولی کدوم به درد موی شما میخوره، چون تار موی شما، درصد خشکی موی شما، زخامت موی شما، صافی فر بودن، همین نوع به اصطلاح پکیجه که باید اینا رو در نظر گرفت و اون محصول صحیح رو خرید. به خاطر همینه حتی اگر کسی موش هم طبیعیه در معرض آسیب هست، منتها خب درصدش کمتره چون با مواد شیمیایی با موهاش زیاد بازی نکرده که بیشتر از اون حد معمول آسیب برسونه. به خاطر همین اونها هم همونطور، اون عده از عزیزان هم با داشتن ماسک لازم و همینطور که همون ویتامین از تیروید تریتمنت که تو خونه میتونن انجام بدن و یه محصولی که همیشه بعد از حمام تمام خانوم ها باید روی موهاشون بزنن که مثل یه تور نامرئی این مو رو محافظت میکنه و باعث میشه که چه تو نور خورشید چه در مقابل این گرما یا این هیت گسش مو آسیب نمیبینه، چون این تور نامرئی روی مو رو گرفته. اما ممکنه این سوال پیش بیاد، خیلی خوب، اگر ما قرار رنگمون رو فقط به ریشه بزنیم، به پایین رو نکشیم و یک دست نمیشه موهامون، چه کنیم؟ راه هست، چون بر کنار تمام لاینایی که به اصطلاح پرمننت، رنگ‌های اصلیه که قوی هستش، رنگ‌های دیپوزیت کالر رو کمپانی‌ها درست کردن، برای همین میگم تکنولوژی پیشرفت کرده و اون رنگ‌ها اصلا آمونیا نداره، سفیدی موی شما رو نمیپوشونه، اکسیدانش خیلی پایینه، درنچه وقتی شما اون روی بقیه موهاتون میکشید هر سه ماهی یک بار، نه اینکه هر دفعه، کاملا نفوذ میکنه، براقی به موی شما میده، رنگ رو یک دست میکنه و شما صاحب یه موی یک دست زیبا و سالم هست. بسیار عالی. خب اون وقت این محصولات رو کی تشخیص میده که کدومش به موی ما میخوره نمیخوره؟ فکر کنم بعد همه یه سری به شما بزنن دیگه، متخصص ما شما هستیم. درسشو که خونده باشن خب بالطبع آگاهیشو دارن و میتونن محصولات صحیح رو معرفی کنن، چون خیلی مهمه که ما، برای همینه که مهمه که وقتی مشتری دوباره برمیگرده بگه مرسی برای شامپویی که به هم دادی، مرسی برای اون تریتمنت، چقدر عالی بود. این دیگه کمال خرسندی و رضایت رو برای من یکی خودم داره که میبینم این عزیز پولش رو دور نریخته که بگه نتیجه ای نگرفتم. باید آگاهی داشت، باید رفتن به کورس ها و کلاس ها این آگاهی ها رو ما به دست بیاریم و وسیله هر
هر کسی هستش البته. بله، ما دوست عزیزی برامون پیغام زدن که مگه فقط خانوما مو دارن، آقایون پس چی؟ نوشتن که راجب آقایون چرا هیچی نمیگی؟ اگر آقایونی که موهاشون رو بلند نگه میدارن دلتب باید اونا از همین روالی که دارم عرض میکنم استفاده کنم و انجام بدم، فرقی نمیکنه. اون تریتمنت، اون ویتامینه غذاست، مثل آب و پروتئینی که توش داره است. در نتیجه موه چه مردونه چه زنونه، منطقه اونا که دیگه موهاشون خیلی کوتاست و تانتان کوتاه میکنن لازم ندارن، واقعا زحمت میخواد چه ندارن پولم خرج نکنن. بسیار عالی. خب خب خوشبختانه آقایون تو این قضیه یه خورده کم هزینه تر هم هستن، جلو هم هستن دیگه. خب بالاخره یه جا سوالی... هست که آقایون جلوتر از خانم‌ها قرار گرفتن. یه سوالی پرسیده شده سرکار خانم مهوش، همین الان تو سوالی دوست عزیزی برامون فرستادن، گفتن که چرا دفعه اول که هایلایت میکنیم خوبه، دفعه دوم بالای موهای موها هایلایتش خوبه ولی پایین موها فقط بلوند سوخته میشه. فکر کنم شما اشاره کردین به همچین موردی دفعه پیش، حالا اگه توضیح الان بفرمایید کوتاه عالی میشه. دفعه اول که هایلایت میشه مو خب بلتب، حالا اگر که آسیب هم ندیده باشه خوبه، ولی بار دوم علت این که پایین موها میاد پر از بلوند میشه و تعداد مقدار موی بلوند بیشتره نسبت به بالا، اینه که یه مقدار من اسمشو میذارم بی‌توجهی من و کسایی که توی این رشته و من و شما وقتی که میایم ما دوباره موها رو جدا کنیم و بذاریم توی فایل، به خاطر اینکه قسمت‌های بالایی مو خب رشد کرده الان احتیاج به هایلایت داره، ولی وقتی ما جدا میکنیم چقدر خوبه که دقت کنیم و فقط قسمتی که رشد کرده رو ما دوباره هایلایت کنیم و مواد دکلوره رو بزنیم که این موها تیکه تیکه روشن بشه. ولی متاسفانه یه موها ها یه سر کم توجهی یا بی‌حوصلگی شاید آرایشگرا میشه، خودم رو اول مثال میزنم، و بعد این مواد رو ما از بالا تا پایین مو میکشیم، این باعث میشه قسمت هایی که تیره بوده قبلا و لابلای اون بلاندا بوده اونا رو هم ما دوباره کاور میکنیم و رنگ بلیچ رو میزنیم، این باعث میشه که اون قسمت ها تعداد هایلایت ها مقدار موی بلاند زیاد میشه و اون موهای بلاند قبلی که قبلا آردی دکلوره شده و دوباره دکلوره میخوره روش میسوزه و کنده میشه و لابلاس ممکنه تا یه مدتی متوجه نشن ولی بعد متوجه میشن چرا حجم پایین موهای من اینقدر کمه. علتش اینه که کنده شده. اون موقع است که دیگه باز طبق معمول باید ماها از مواد، یعنی از این من یه خرجی میکنیم، میخوایم موهامون رو روشن کنیم زیبا بشه، بعد چون که یه موقع اشتباه با موهامون رفتار میشه دوباره باید بریم حالا هزینه کنیم مواد بخریم. بسیار عالی. من یه سوال دیگه ازتون بپرسم. اولا که یه شماره 7569 پشت سر شما توی تصویر ما مشخصه، این آدرس شماست دیگه، 7569 یانگ استریت. بله خب بسیار عالی، این هم آدرسشون هست اگر دوستانی تمایل دارن که، البته ما که پیشنهاد میکنیم و اگر هم که شما یه دفعه برید و برگردید دیگه همیشه هم اونجا خواهید بود. من فقط یه سوالی بپرسم، موضوع برنامه امروز ما راجع به فیلم‌های ترسناکه. شما خودتون فیلم ترسناک نگاه می‌کنین؟ آره، ولی یه گوشم مچاله میشم و نگاه میکنم، یعنی واقعا مچاله میشم. ایشون مثل شما پس چرا؟ شما میجوری فیلم من نه، من خوابم میبره، من برام جذابیت زیاد نداره. شما فورا من نزدیک زهره جان که بالاخره داره حمایت میکنه مواظب دیگه. بله خیلی ممنون خانم مهوش عزیز، خیلی لذت بردیم، خیلی استفاده کردیم از توضیحاتتون و فرمایشاتتون، خیلی عالی بود، مرسی. مثل همیشه دست شما درد نکنه. فکر کنم که تقریبا همه سوالات ما پرسیده شد. بله، اگر نکته پایانی خودتون دارید که به قول معروف شنونده های ما رو بیشتر کمک بکنه بفرمایید که ما بتونیم از حضورتون خدافظی بکنیم. خواهش میکنم، فقط میتونم بگم خواهش میکنم همونطور که دوست دارید موهاتون رو برین با مواد شیمیایی آغشته کنید یا تریت کنید، یا نمیخوام کلمه های انگلیسی رو به کار ببرم، و بعد با مواد شیمیایی کار کنید رو موهاتون، به همون نسبت هم به سلامتیش اهمیت بدین. برای من حرف اول رو سلامتی مو میزنه، رنگ و هایلایت و هر چی داشته باشه، ولی وقتی مو آسیب دیده است هیچ زیبایی نداره. ولی ساده باشه، یک رنگ ولی سالم باشه، اون موج و اون زیبایی و اون شفافیت و همه چی رو شما میتونید رو مو ببینید و بیشتر خودنمایی میکنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم مهوش عزیز، دوباره مزاحمتون شدیم. حالا ایشالله تو ماه آیندم که کرونا یه خورده ضعیف تر بشه، ببینیم این صحبت ها اثر داشته یا نداشته، دوباره خدمتتون مزاحم میشیم و باهاتون حتما ارتباطی رو برقرار خواهیم کرد. سپاس از شما که این وقت رو به من دادید و سپاس از دوستان و عزیزانی که بیننده یا شنونده این برنامه بودن. به خدای بزرگ میسپارم. قربان شما، روزتون بخیر. خدا نگهدار. فیلم ترسناک هم یادتون نره آخر هفته حتما نگاه کنید. خدا نگهدار. خدا نگهدار. بله، ارتباط زنده بود با سرکار خانم مهوش، مدیر و مؤسس سالن زیبایی خانم طلا در منطقه در واقع تورن هیل میشه گفت. بله. 75 69 یانگ محل سالن هست.